صدای مرموز که تن هر آدمی رو به لرزه میندازه. این حضور مرموز و ناشناخته از چنگ پیشرفته ترین سامانه‌های دفاعی هوایی جهان هم عبور میکنه. شبحی که میتونه محموله‌ای رو حمل کنه که مسیر تاریخ رو تغییر بده، اما همچنان در حاله از ابهام باقی بمونه. هر کدوم از این پرندگان آسمونی با هزینه نزدیک به 2 میلیارد دلار به عنوان گرونترین هواپیمای ساخته شده در تاریخ شناخته میشه. اما راز این غول 5 متری چیه که میتونه از دید تیزبین ترین رادارا هم پنهان بمونه؟ سلام ارادت، من داریام و دوباره اومدم راستشو بگم. به داریا فکس خیلی خوش اومدی. تو این ویدیو میخوام پرده از اسرار بمب افکن B2 بردارم. بمب افکن رادارگریزی که قوانین نبردهای هوایی رو کلن تغییر داده. تو سال 1975 جنگ سرد به اوج تنش رسیده بود و رقابت هسته‌ای بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وارد مرحله حساسی شده بود. بمب افکنای B-52 امریکا غولایی بودن که توانایی نابود کردن یه شهر کامل رو داشتن. این بمب افکن‌ها یا تو آسمون در حال گشت‌زنی بودن یا تو پایگاه در حالت آماده باش کامل بودن که به محض صدور دستور پرواز کنن. مسیر پروازشون هم دائما تغییر می‌کرد، اما اغلب از پایگاه هوایی شپرد تو تگزاس شروع می‌شد و به سمت مقصدهای مثل شمال کانادا، آلاسکا، گرینلند یا حتی دریای مدیترانه ادامه پیدا می‌کرد. این پروازا نشونه اعلام آمادگی آمریکا به دشمن بود، اما یه مشکل بزرگ سر راه بود. شوروی دست روی دست نذاشته بود. اونا سامانه‌های پدافندی پیشرفته‌ای ساخته بودند که می‌تونستن این غول‌های آهنی رو تو آسمون ردیابی و مثل شپش به دام بندازن. تا جایی که یکی از ژنرال‌های نیروی هوایی آمریکا گفته بود، فرستادن B-52 به آسمون شوروی مثل پرتاب سنگ به لونه زنبوره. این ماجرا به حدی رسید که امریکا مجبور به طراحی برنامه‌ای به اسم ATB شد. حالا ATB چیه؟ Advanced Technology Bomber یا همون ATB برنامه‌ای واسه طراحی بمب افکنی بود که بتونه مثل یه شبح از خطوط دفاعی شوروی رد بشه، مأمولش رو برسونه و قبل از اینکه دشمن حتی بفهمه اونجاست ناپدید بشه. این استراتژی واسه این بود که اگه شوروی فکر نابود کردن ناوگان بمب افکنای آمریکا به طور کامل رو داشته باشه، آمریکا از پس تلافی این حمله بر بیاد. ایده‌ای که طراحی شد بعدها به دلایل مختلف کنار گذاشته شد و از یادها رفت. این ماجرا برمیگرده به سال 1946، سالی که جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود و بیشتر مردم آمریکا سرگرم ساختن ماشین‌ها و خونه‌ها و سر و سامون دادن زندگیشون بعد از جنگ بودن. اما یه نفر فکر دیگه‌ای تو سرش داشت و رویاش به جای چرخ و آجر به آسمون گره خورده بود و ایده‌ای که داشت ساختن یه هواپیمای عجیب به اسم بال پرنده بود. اون شخص جک نورثروپ بود که می‌خواست هواپیمایی بسازه که فقط باله داشته باشه، نه بدنه و نه دوم. فقط یه ساختار یک پارچه و آیرودینامیک که انگار فقط این سازه رو تو تخیل میشه تصور کرد. نورثروپ باور داشت که این ایده آینده هوانوردیه، تا موقعی که تو سال 1947 این رویا به واقعیت تبدیل شد و نمونه آزمایشی YB-49 معرفی شد. این نمونه از یک بال پرنده با موتور جت و دهانه بال 5 متری تشکیل شده بود. این هواپیما از زمان خودش خیلی جلوتر بود، اما یه مشکل بزرگ داشت. هواپیما بدون کامپیوترهای امروز اصلا پایداری نداشت و عملا غیر قابل اعتماد بود. نیروی هوایی که انتظار یه هواپیمای قابل اتکا داشت تحت تاثیر قرار نگرفت و بعد از 2 سال دستور نابودی تموم YB-49 ها رو صادر کرد. تو سال 1978 نیروی هوایی آمریکا برنامه ATB رو با قدرت بیشتر راه اندازی کرد و به دنبال بمب افکنی بود که بتونه بدون شناسایی وارد مجهزترین آسمونای دفاعی جهان بشه. این پروژه به صورت یه رقابت شدید بین چندین شرکت بزرگ دفاعی برگزار شد و در نهایت شرکت نورثروپ برنده این قرارداد شد. اینجا بود که مراحل تولید B2 عملی شد. B2 در واقع همون ایده بال پرنده جک نورثروپ از دهه 1940 که به نهایت پیشرفت خودش رسیده. اما این طراحی فقط به منظور زیبایی نیست. هر خط و زاویه تو این هواپیما یه هدف مشخص داره. برخلاف هواپیماهای معمولی که بدنه و دوم مشخصی دارن، B2 کلن یه بال بزرگه. این طراحی 2 مزیت کلیدی داره. اول اینکه سطح مقطع راداری فوق‌العاده پایینی داره، یعنی خیلی سخت میشه اونو روی رادار شناسایی کرد، و دوم اینکه آیرودینامیک خیلی کارآمدی داره. این ویژگی به B2 اجازه میده بدون نیاز به سوختگیری هزاران کیلومتر پرواز کنه. اما جادوی اصلی این هواپیما تو پوسته و پوشش خارجی اون نهفته است. موادی که تو ساخت B2 به منظور گریز از رادار استفاده شده، بزرگترین راز این هواپیماست. بدنه B2 با موادی فوق
محرمانه پوشیده شده که امواج رادار رو جذب میکنه، نه اینکه بازتاب بده. این پوشش مثل یه شنل نامرئی عمل میکنه. ترکیبی که فرمول دقیقش اونقدر سریه که هر کسی حتی اگه اون رو به زبونم بیاره غیب میشه، اما داستان به همینجا ختم نمیشه. بدنه بیتو از پنلای صاف و یک پارچه ساخته شده بدون حتی یه درز کوچیک. علتش هم اینه که هر شکاف یا حتی یه ناهمواری ریز میتونه امواج رادار رو منعکس کنه و موقعیت هواپیما رو لو بده. چالش بزرگ بعدی پایدار نگه داشتن این بال پرنده است. هواپیماهای معمولی دوم دارن که باعث میشه تعادلشون در حین پرواز حفظ بشه، اما بیتو این ویژگی رو نداره. این هواپیما بدون کنترل دقیق میتونه به راحتی دچار لغزش یا چرخش نامتعادل بشه و از مسیرش خارج بشه. به خاطر همین تو این هواپیما از یه سیستم فوق پیشرفته به نام فلای بای وایر که تمام حرکات هواپیما رو به صورت خودکار و لحظه‌ای تنظیم میکنه استفاده شده. تو پیشرانه این هواپیما هم تدابیر ویژه‌ای واسه پنهانسازی در برابر رادار و سنسورهای حرارتی در نظر گرفته شده. تو این هواپیما 4 موتور توربوفن جنرال الکتریک F118GE100 قرار داره که درون بدنه پنهان شدن. ورودی هوای این موتورها به گونه‌ای طراحی شده که از زاویه بالا دیده نمیشن. این طراحی به این دلیله که ورودی هوا سیگنال راداری ارسال نکنه. اما این تمام ماجرا نیست. تهدید بزرگتر واسه بمب افکن‌ها موشک‌های حرارتیاب بودن. بنابراین واسه پنهانسازی در برابر سنسورهای حرارتی بیتو به طور ویژه‌ای طراحی شد. گازهای خروجی از موتورها پیش از انتشار به جو توسط سیستم‌های ویژه خنک شده و به صورت یک نواخت در بخش عقبی هواپیما پخش میشن تا اثر حرارتی گازها کاهش پیدا کنه و شناسایی هواپیما دشوارتر بشه. در نتیجه بیتو بدون اینکه هیچ گونه اثر حرارتی راداری از خودش به جا بذاره مثل یه شبح تو آسمونا پرواز میکنه. این طراحی‌های پیشرفته به این بمب افکن اجازه میده که عملیاتش رو تو آسمونای دشمن انجام بده و احتمال شناساییش رو به حداقل برسونه. ساختار بیتو عمدتاً از کامپوزیت های گرافیتی کربنی ساخته شده که سبک، مستحکم و تا حد ممکن در برابر امواج راداری شفافه. یعنی اگه کمی بیشتر از این رادار گریز بود تقریباً نامرئی میشد. اما دقت تو مونتاژش بی‌نهایت حیاتیه. این هواپیما تو چندین بخش جداگونه ساخته شده و بعد با دقتی در حد ساعت‌سازای سوئیسی مونتاژ میشه. حتی اگه 1 میلیمتر از اجزا اشتباه تو جای خودشون قرار بگیرن، نتیجه به جای یه بمب افکن رادار گریز تبدیل به یه بازتاب دهنده چند میلیارد دلاری امواج خواهد شد. وقتی بیتو تو 22 نوامبر 1988 واسه اولین بار رونمایی شد، انگار یه تیک از آینده به جهان نشون داده شد. همه کسایی که این هواپیما رو دیدن متعجب بودن. این هواپیما واقعا شبیه چیزی از یه فیلم علمی تخیلی بود. بیتو چیزی فراتر از یه بمب افکن بود. ترکیبی از ده ها فناوری پیشرفته که تا اون زمان بی‌نظیر بودن. تو قلب این شاهکار مهندسی بیش از 130 کامپیوتر داخلی قرار داره که تمام سیستم‌های هواپیما رو کنترل می‌کنه. بمب افکن بیتو از سر کلیدی واسه این حجم از رادارگریزی الگو گرفته. اول طراحی خاص و متفاوتش که مثل یه ترفند مهندسی عمل کرده و امواج رادار رو به شکلی منحرف میکنه که هیچ اثری از خودش به جا نمیذاره. دوم پوشش ویژه‌ای که روی بدنش استفاده شده و امواج راداری رو به خودش جذب میکنه و اجازه نمیده منعکس بشن. و سوم سیستم‌های جنگ الکترونیکی پیشرفته‌ای داره که امواج رادار دشمن رو مختل میکنه و کار تشخیص رو سخت‌تر از همیشه میکنه. سطح مقطع راداری این هواپیما هم به طرز شگفت‌انگیزی کوچکتر از هواپیماهای معمولی طراحی شده. در واقع سطح مقطع راداری بیتو چیزی حدود 1000 برابر کوچکتر از بمب افکن قدیمی B-52 است. به خاطر همین رادارهای دشمن شاید با توسل بتونن اونو تو آسمون ردیابی کنن، کاری که تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. وقتی بیتو تو 17 جولای 1989 واسه اولین بار به طور رسمی به آسمون رفت، ثابت کرد که این همه طراحی و محاسبات صرفا رویاهایی روی کاغذ نبودن. این پرنده نه تنها با موفقیت پرواز کرد، بلکه با عملکرد خیره کنندهش همه رو متحیر کرد. بیتو نتیجه دهه ها تلاش بیوقفه بود. از آزمایش های اولیه جک نورثروپ که سنگ بنای این فناوری رو گذاشت تا پیشرفت های چشمگیر تو دهه 80. حالا وقت اینه که درباره عمل کرده این قول پرنده صحبت کنم. اما قبل از اینکه بگم این بمب افکن چه قابلیت هایی داره، لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر رو فراموش نکن که حمایتت باعث دلگرمی منه. دمت گرم.
بمب افکن بیتو فراتر از توانایی استتارش یه بمب افکن فوق‌العاده قدرتمنده که واسه نفوذ عمیق به قلمروی دشمن طراحی شده. این هواپیما ظرفیت بارگذاری چشمگیری داره. ظرفیت بارگذاری به مقدار وزن اشاره داره که یه وسیله نقلیه مثل هواپیما، کشتی یا ماشین میتونه علاوه بر وزن خودش بدون اینکه توی عملکردش اختلالی ایجاد بشه حمل کنه. تو زمینه هواپیما مثل بمب افکن بیتو ظرفیت بارگذاری معمولا به وزن سلاح‌ها، مهمات، تجهیزات یا حتی سوخت اضافی که میتونه با خودش ببره گفته میشه. مثلا وقتی میگیم B2 میتونه 20 تن بمب حمل کنه، منظور اینه که ظرفیت بارگذاریش تا 20 تنه. این بمب افکن واسه ماموریت‌های غیر هسته‌ای روزمره میتونه تا 3.8 تن بمب هدایت شونده با GPS رو حمل کنه. یعنی توانایی حمله دقیق به 80 هدف متفاوت در یک پرواز واحد. برد این غول پرنده با یه مخزن سوخت کاملا پر بیش از 11000 کیلومتره. حالا اگه تو آسمون سوختگیری کنه، بردش عملا دیگه هیچ محدودیتی روی کره زمین نداره. شاید فکر کنی این هواپیما باید خیلی سری باشه، اما B2 تو ارتفاع بالا با سرعت حدود 901 کیلومتر در ساعت پرواز میکنه. این سرعت رکورد شکن نیست، اما باید دقت کرد که B2 یه بمب افکنه نه یه جنگنده، چون هدفش سرعت بالا نیست، نزدیک شدن آروم و بی صدا به هدفه. B2 میتونه تا ارتفاع 15000 متر که تقریبا دو برابر قله اورست پرواز کنه. عملیات بمب افکن B2 اسپریت توسط دو نفر انجام میشه، یه خلبان و یه فرمانده ماموریت. این دو نفر فقط مسئول پرواز نیستن، بلکه مجموعی از سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته رو مدیریت میکنن. اگه GPS از کار بیفته، B2 میتونه به کمک ستاره‌ها مسیرش رو پیدا کنه، قابلیتی که نشون دهنده انعطاف پذیری بی‌نظیر این پرنده است. این بمب افکن تو هر شرایط آب و هوایی، چه روز باشه چه شب، آماده عملیاته. اما سوال اصلی اینه که هزینه نگهداری چنین بمب افکنی تو ناوگان چقدره؟ قیمت هر فروند B2 حدود 2 میلیارد دلاره، رقمی که از تولید ناخالص داخلی بعضی کشورهای کوچیک هم بیشتره. واسه اینکه تصور بهتری از هزینه این بمب افکن داشته باشیم، میشه گفت با هزینه یه فروند B2 میشه چیزی حدود 5000 خونه متوسط تو امریکا خرید. حالا به نظرت این هزینه واقعا ارزششو داره؟ حتما تو کامنتا بهم بگو. حالا چرا این هواپیما اینقدر گرونه؟ دلیلش به یه سری عوامل پرهزینه برمیگرده. اول اینکه تکنولوژی به کار رفته تو این پرنده واقعا جزء پیشرفته تریناست. صحبت از مواد و سیستم هایی که شاید تا وقتی نوه هاشون به دنیا بیان هنوز جزء اطلاعات محرمانه باشن. مورد بعدی انحصاری بودنشه. فقط 21 فروند از این هواپیما تا کنون ساخته شده و این کمیاب بودن هزینه ها رو حسابی بالا میبره. نگهداریش هم که خودش یه داستان دیگه است. پوشش رادارگوریز این بمب افکن که امواج رو جذب میکنه باید مدام بازسازی بشه. علاوه بر این هواپیما همیشه در حال ارتقا پیدا کردنه. طرفداران B2 معتقدن که توانایی بی‌رقیب این بمب افکن تو نفوذ به دفاعی هوایی و حمله به هر نقطه‌ای از زمین هزینه‌هاشو توجیه می‌کنه. با این حال نیروی هوایی آمریکا به دنبال جانشین B2ه، یعنی B2-N1 Raider. این بمب افکن نسل جدید نسخه پیشرفته‌تر و هوشمندتر از فناوری استتار خواهد بود. B2-N1 علاوه بر ماموریت‌های بمب افکنی استراتژیک، نقشایی همچون جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگی با شبکه‌های بزرگتر نظامی رو هم بر عهده گرفته و به اولین بمب افکن نسل 6 تبدیل خواهد شد. هدف اصلی از طراحی B2-N1 اینه که در مقایسه با B2 کوچیک‌تر، ارزان‌تر و نگهداریش آسان‌تر باشه. موضوعی که امکان ساخت ناوگانی گسترده‌تر و مقرون به صرفه‌تر رو فراهم می‌کنه. اینجا راستش رو بهت میگم.